وقت شما عزیزان به خیر. من اشکان املاشی هستم. یک بار دیگه خوشحالم با یک موضوع دیگه با هم دیگه گفتگو بکنیم. امروز داشتم یه مقدار راجع به اهمیت در واقع بافت روانی ما در کلیسا صحبت بکنم، حالا شاید به زبان طنز ولی اشاره به یک حقیقتی بگم. ما مسیحیان در کلیسا قرار جز دایره سخت پوستان یا گروه سخت پوستان باشیم، به این معنی که یک مسیحی وقتی که وارد کلیسا میشه، وارد جماعت گناهکارانی میشه که اعتراف کردن به عیسی مسیح و در حال تقدس، در حال تغییر و در مسیر قدوسیت هستند. البته در بین اونها خیلی هم هستن که شاید ایمان مسیح ندارن ولی اونجا حاضرن به دلایل دیگری. بنابراین ما با یک گروهی روبرو نیستیم که اینها کامل، عالی و معصومند، شاید طبق باورهای دیگر دینی ادیان دیگه که حالا انسانهایی هستن که معصومند از گناه و از آسیب. نه، همه ما، من عشقانی که وارد کلیسا میشم گرفته تا عزیزان دیگر، همه ما با گناهان، آسیب‌ها و چالش‌های وارد کلیسا میشیم. بله، اعتراف به نیازمندی برای تغییر داریم، داریم تلاش میکنیم تغییر بکنیم، ولی این حقیقت رو باید درک بکنیم که این یک تلاش هست و مطلق نیست و ما حتما هم دیگر رو اذیت خواهیم کرد. این به این معنیه که وقتی که وارد کلیسا میشیم باید با این چشم‌انداز وارد بشیم که قراره و اتفاق خواهد افتاد که یک سری حرف‌ها، یک سری صحبت‌های تند، یک سری نقد‌ها، یک سری چالش‌ها و گناهانی به ضد من برپا بشه. این اتفاق خواهد افتاد برای اینکه طبیعت کلیسا خوانده شده گانیست که به گناهان خودشون اعتراف کردن. میگن ما بعضمون از نظر رفتاری، روانی، عاطفی ایدئال نیست. مسیح میگه من برای گناهکاران اومدم نه برای عادلان. پس هر کسی که وارد کلیسا میشه به اعتراف مسیحیت چنین اعترافی رو با خودش داره. پس خیلی میخوام تاکید کنم که روی خودمون کار کنیم، روی خودمون کار کنیم تا وقتی دیگران از ما نقد میکنن، به ما طعنه میزنن، به ما گناه میکنن، به ما آسیب میزنن، به هم نریزیم یه دفعه تمام کلیسا و باورها و ایمان و کلام رو زیر سوال نبریم، چون کلام خدا هم چه وعده‌ای نداده که ما همچین انتظاری داشته باشیم. بله، خوانده شدیم و تشویق شدیم به محبت و بنای هم دیگه، ولی این تشویق در کنار حقیقت اینه که ما هنوز داریم از انسانیت کهنمون جدا میشیم، هر روز داریم اون رو پشت سر میگذاریم و به انسانیت جدید در عیسی مسیح تبدیل میشیم به شباهت خدا. پس خود رو خودمون کار بکنیم، چون اگر آماده نباشیم و وارد فضایی باشیم که حالا افراد ممکنه حرفها و گفته‌هایی داشته باشن که به شکلی طعنه‌آمیز هست، اون موقع اذیت میشیم، آسیب میخوریم و حالا فکر میکنیم کلیسا جای ناامنیه، در حالی که اینطور نیست. همه جامعه انسانی چالش گناه رو داره، کلیسا هم از اون مبرا نیست، منتها اعتراف به کار عیسی مسیح و تلاش برای تقدس به کمک روح القدس در ما به ما این اجازه رو میده که بتونیم بیشتر به همدیگه محبت و کمک بکنیم. ولی میخوام تشویق کنم رو خودمون کار بکنیم، میخوام تشویق کنم بلا فاصله به نقدها و طعنه‌ها و آسیب‌های دیگران از پا در نیایم، بدونیم چطوری حالمون رو مدیریت کنیم وقتی کسی به ما یک حرفی رو میزنه که اذیتمون میکنه، فاصله بگیریم، روی خودمون کار بکنیم، روی بخشش کار بکنیم، با اون شخص وارد گفتگوی سالمی بشیم، با داستان شبان و انضباط کلیسایی ببینیم چطور میتونیم به این شخص کمک بکنیم و مراقب حال خودمون باشیم، چه در دعا و در رازگاهان، چه در ساختارهای روانی عاطفی که رو خودمون کار میکنیم و چه در کمک گرفتن از شبانی و رهبری کلیسا. من فکر میکنم اگر با این آمادگی، با این درک بریم که کلیسا جایی نیست که آدم ها بیان سر میز بشینن از من تعریف بکنن یا حرفای خوب بزنن یا همه اتفاقای خوب بیفته، امیدمون این هست، دعا میکنیم اینطور باشه، ولی حقیقت اینه که خیلی صحبت‌ها و چالش‌های افراد در این گفتگوها، در نوع صحبت کردن، شاید یک کسی بیش‌فعالی داره، هر چیزی رو که به ذهنش میاد میگه و ما آسیب می‌بینیم، من که خیلی تند و شاید لغت‌های بدی رو استفاده می‌کنه و و مسائل دیگر روانی یا مسائل شخصیتی و حتی روحانی. پس
من فکر میکنم یه بخش این داستان همجور که مسیح ما دارد میکنه به ما ربط داره. ما باید خودمون کار بکنیم، خودمون رو تقویت بکنیم تا وقتی که اتفاقات میفته بتونیم دیگران رو بنا بکنیم، اونها رو کمک بکنیم، اونها رو محبت بکنیم، به جای اینکه با حال بدی بریم سراغ اونها و بعد خودمون زده بشیم و بخوام اون محیط رو ترک بکنیم. دوست داشتم بخوره به این شکل راجع به کلیسا فکر بکنیم. نظراتتون برام مهمه، تجربیاتتون، شما چه تجربه‌ای داشتید، آیا فکر میکنید با این دید وارد کلیسا شدن که من کنار خانوادم هم ولی خانواده معصوم نیستن و من باید رو خودم کار کنم تا بتونم به اونها کمک بکنم و اونها همینطور وقتی که من احتیاج دارم به من، آیا این به من بیشتر کمک میکنه در کلیسا یا راهکارهایی که به ذهن شما میاد دوست دارم از شما بشنوم و با همدیگه راجع به این چالش ها فکر بکنیم. وقت شما بخیر.